بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، به همه شما عزیزان سلام میکنم و امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت و شاد باشید، به ویژه همیهنان عزیزمون در ایران. برنامه امروز رو اختصاص میدیم به مسئله مهم و تاریخی خارج شدن حکومت اسلامی ایران از برخی از تعهدات خودش در رابطه با مسئله برجام. امروز تمام خبرگزاری های دنیا به این موضوع پر اهمیت پرداختند. شاید بی ربط نباشه که اگر بگوییم امروز یک روز تاریخی بود برای کشور ما و برای ملت ما، روزی که در سرنوشت و آینده کشور ما تأثیر خودش رو به هر شکلی که این تصمیم حکومت اسلامی به هر حال گرفته است بگذاره، بدون تردید این تأثیر خوبی نخواهد بود. من سعی خواهم کرد که در طول برنامه امروز در مورد این تصمیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تفاهم نامه برجام نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم و بعد عنوان خبرهایی که در این رابطه هست و بعدم اون چی که به نظرم میرسه به عنوان نتیجه این اقدام بسیار بد خدمتون بگم. امروز جمهوری اسلامی ایران با ابتکار آقای جواد ظریف وزیر امور خارجه و همچنین سخنرانی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران و شرکت در یک کنفرانس مشترک بین آقای لاواروف رئیس جمهور روسیه و آقای ظریف این مطلب به طور رسمی بیان شد و ایران از برخی از تعهدات خودش و انجام اون از برجام بیرون اومد. برخی از روزنامه ها و سایت های خبری ایرانی به طور ضمنی و دوگانه به این مطلب برخورد کردند و از کلمه برخی استفاده کردن، یعنی برخی از تعهدات. اما واقعیت اینه که این برخی از تعهدات پایه و اساس اصل برجامه و اگر این موضوع حل نشه در طی 60 روز آینده ما باید منتظر اتفاقات جدیتر و سختری بشویم از سوی جامعه جهانی. اما اجازه بدید که بگم این دو تعهد چی بوده و اهمیتش در چیست. طبق تفاهم نامه‌ای که به عنوان برجام بین کشورهای پنج به علاوه یک و ایران انجام گرفته، ایران برای غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب سنگین تعهداتی را به دنیا داده. این تعهد عبارت از این است که ایران نمیتونه بیش از 300 کیلو اورانیوم غنی شده به درصد 3.67 بیشتر تولید بکنه و در این حال بیشتر از 130 تن آب سنگین هم نمیتونه تولید بکنه و وظیفه داره وقتی که این دو عنصر مقدارشون به سقف 300 کیلو اورانیوم غنی شده و 130 تن آب سنگین برسه، اینها رو با نظارت آژانس بین‌المللی و جامعه بین‌المللی و کشورهای پنج به علاوه یک به کشورهای دیگر بفروشه. دلیلش اینه که هر دوی این عنصر، یعنی اورانیوم غنی شده به مقدار بالا و تولید آب سنگین به مقدار بالا، یعنی از سقف 130 تن آب سنگین و 300 تن اورانیوم غنی شده، ایران میتواند به تولید
بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه. امروز ایران اعلام کرده که ما این مقدار رو دیگه رعایت نمی کنیم، هر اندازه که بتوانیم در طی 6 ماه گذشته آینده معذرت می خوام به غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب سنگین می پردازیم و اگر امریکا نخواهد که متعهد بشه به اجرای برجام، ما باز این کار رو ادامه خواهیم داد. این که گفتم که این دو موضوع یعنی انجام این دو کار موضوع مهمی است به این دلیله که اگر در تفاهم نامه برجام یکی از دو طرفین، یعنی یکی از دو طرف اینجا، یک طرف ایرانه و یک طرف دیگر کشورهای پنج به علاوه یک، اینها اگر به تعهدات خودشون در تفاهم نامه برجام عمل نکنن، کسی نمیتونه به این سادگی در خصوص جزئیات باقی مانده این تفاهم نامه تصمیم دیگری بگیره. یعنی اگر یکی از کشورهای اروپایی بخواد خارج از برجام به اصطلاح عملی رو مرتکب بشه، ابتدا باید از طرف ایران شکایتی انجام بگیره تو سه مرحله. مرحله اول به کمیسیونی که در ارتباط با این موضوع برجامه، اگر در اونجا رسیدگی نشه میتونه به وزرای امور خارجه کشور پنج به علاوه یک شکایت بکنه. اگر اونجا هم رسیدگی نشه میتونه به دادگاه لاهه شکایت بکنه و اگر اونجا هم باز رسیدگی نشه و نتیجه نده میتونه به شورای امنیت سازمان ملل بره. آنگاه در شورای امنیت سازمان ملل است که تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. ایران بدون پشت سر گذاشتن این چهار مرحله خودسرانه تصمیم گرفته که مسئله تعهدات خودش رو در تفاهم نامه برجام زیر پا بگذاره. یعنی همین الان در همین لحظه بر اساس تفاهم نامه برجام ایران دیگه متعهد به تفاهم نامه نیست و همین امر اجازه میده که کشورهای پنج به علاوه یک و جامعه جهانی نسبت به این عمل جمهوری اسلامی ایران واکنش خودش رو نشون بده. این واکنش مثبتی نخواهد بود، چون ایران قانون شکنی کرده. یعنی حکومت اسلامی ایران در رابطه با تفاهم نامه‌ای که امضا کرده قانون شکنی کرده. یعنی نه به کمیسیون برجام شکایت کرده، نه به شورای وزیران پنج به علاوه یک، نه به شورای امنیت، پیش از اون نه به دادگاه لاهه. بنابراین ایران، حکومت اسلامی ایران خودش رو در یک مخمصه جدید قرار داده، اون هم با تشویق و حمایت روسیه. امروز همونطور که میدونید آقای ظریف و آقای لاواروف وزیر امور خارجه روسیه در مسکو کنفرانس مطبوعاتی مشترک گذاشتن و هر دوی اونها ضمن اعلام این خبر به نوعی با هم هم عهد و پیمان شدن که بتونن از این طریق امریکا رو وادار به عقب نشینی بکنن. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی بدون توجه به اون 12 شرطی که امریکا گذاشته بود که برای اینکه به برجام برگرده، اومده امریکا و دنیا رو و کشورهای پنج به علاوه یک رو در برابر یک اقدام ابلهانه قرار داده، یک عمل انجام شده قرار داده تا بر اساس محاسبه غلطشون اروپایی‌ها امریکا رو تسلیم بکنن که به اصطلاح به برجام برگرده. این اولین اشتباهی است که حکومت اسلامی ایران در رابطه با تفاهم نامه‌ای که با پنج به علاوه یک داشته انجام داده. اما در این رابطه ببینیم که کشورهای دیگه چه واکنش‌هایی نشون دادن.
رویترز اعلام کرده که آلمان با ابراز تأسف از تصمیم ایران در مورد برجام از تهران خواست اقدام تهاجمی نکند. اینکه این اقدام تهاجمی رو چطوری میشه معنا کرد ناروشنه. برحال این ترجمه است که رویترز از تیتر خبرگزاری رویترز شده. مقامات فرانسه از مقامات رسمی دولت فرانسه در این رابطه خطاب به جمهوری اسلامی ایران گفتن که اجازه بدید اول انگلستان رو بگم. انگلستان میگه نقض برجام برای ایران عواقب بدی به همراه خواهد داشت. آقای لاواروف هم البته در همین رابطه گفته ایران و روسیه به دنبال راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های آمریکا هستند. یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده که در صورت عدول ایران از اجرای تعهداتش در برجام ممکن است تحریم‌های پیشین اروپا و جامعه بین المللی و شورای امنیت درباره ایران به اجرا گذاشته بشه. بنابراین اگرچه اتحادیه اروپا که 28 کشور عضوش هستند و خانم موگرینی هم مسئول و سخنگوش هست هنوز اعلام موضع نکردند، اما سه کشور اصلی یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه هر سه با لحن تهدیدآمیزی خطاب به حکومت اسلامی ایران گفتن این اقدام درستی نبوده است و باید در موردش تجدید نظر بشه. اما در این میان خب کسای دیگه هم بودن که به نفع جمهوری اسلامی ایران موضع گیری کردند، از جمله رئیس اتحادیه علمای اسلام در استان دیالی عراق گفته اگر ایران از سوی هر طرفی مورد تعرض قرار بگیره اعلام جنگ میکنیم. عرضم به حضورتون علاوه بر رئیس اتحادیه علمای اسلام در استان دیالی عراق، حشدالشعبی هم همین موضع مشابهی رو گرفته است و گفته است که در صورتی که سید جلال در صورتی که به ایران تعرضی صورت بگیره ما در سراسر دنیا دست به اقدام خواهیم زد و واکنش نشون خواهیم داد، که خب این روشن به معنای گذاشتن عملیات تروریستی است. در بین مقامات ایرانی آقای سید جلال ساداتیان سفیر پیشین ایران در لندن گفته است که ضمن ابراز امیدواری به عدم انتخاب مجدد دونالد ترامپ در امریکا گفته است من فکر میکنم در مجموع ما با ترامپ نمیتوانیم کنار بیاییم، دنبال این هستیم که این دوران را از سر بگذرانیم. یعنی اینکه با رئیس جمهور امریکا که در بعد از آقای ترامپ انتخاب خواهد شد به نوعی بتونیم کنار بیاییم. یعنی به عبارت دیگر ما از 12 شرطی که دولت آقای ترامپ گذاشته چشم‌پوشی نمی‌کنیم، این تهدید رو انجام میدیم تا این زمان بگذره و بعد رئیس جمهور بعدی بیاد با اون بتونیم کار کنیم. یعنی کار کنیم یعنی چه کار کنیم؟ یعنی در سوریه بمانیم، در عراق بمانیم، در یمن بمانیم، در کنار حزب الله لبنان و حماس همچنان باشیم، در هر کجای دنیا هر کاری که تا بال کردیم اون کار رو ادامه بدیم. خب به نظر نمیرسه که چنین سیاستی برخلاف نظر آقای سید جلال ساداتیان که کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه حکومت اسلامی است و سفیر پیشین ایران در انگلستان چنین اتفاقی بخواد بیفته. علاوه بر اون شورای عالی امنیت ملی خطاب به کشورهای عضو برجام گفته است که تعهدات بانکی و نفتی را عملی نکنید، غنی‌سازی اورانیوم را از سر می‌گیریم. شورای امنیت ملی ایران گفته اگر تعهدات بانکی و
بانکی و نفتی خودتون رو عملی نکنید، یعنی به اروپایی هم گفتن در عمل غنی‌سازی اورانیوم رو از سر میگیریم. یعنی از امروز اینا این کار رو دارن میکنن، یعنی از امروز غنی‌سازی اورانیوم رو به هر اندازه که بخوان انجام میدن، تولید آب سنگین هم همینطور، و خواستشون هم اینه که یا باید تعهدات بانکی خرید نفت آغاز بشه یا اینکه ما این کار رو میکنیم. ولی توجه داشته باشید در اینجا اینا بگم که این حکومت از آقای خامنه‌ای گرفته تا روحانی تا ظریف تا نمایندگان مجلس تا سرداران سپاه، همه اینها در طی این سالا گفتن که مسئله تحریم و مسئله برجام اصلا برای ما مهم نیست. ولی امروز از سر ناچاری به خاطر اینکه به خاک سیاه نشوندن خودشون رو، البته ایران رو و ملت ایران رو، ببینین دست به چه اقدام خطرناکی دارن میزنن. اگر شما واقعا براتون برجام نبود مهم نبود، اگر تحریم مهم نبود، آقای روحانی مگر نمیگفتی 5-6 تا راه دارید برای فروش نفت؟ آقای خامنه‌ای مگر شما نمیگفتید که ما طرح اقتصاد مقاومتی داریم؟ پس چه شد این طرحاتون؟ پس چه شد اون راهی که میتونستید تحریما رو دور بزنید؟ این همه رجزخونی برای چی کردید که اکنون ناچار بشید زیر تفاهم‌نامه برجام که تقریبا تناب داری است که به دور گردن شما آویزون شده، نمیتونید اونو باز بکنید مگر اینکه از کسانی که این تناب رو به دور گردنتون انداختن، که خود شما هم یک بخشی از اون هستید، بخواید با جامعه جهانی کنار بیاید، بخواید دست از آشوب، ایجاد آشوب و جنگ در منطقه دست بکشید. راه فرار از این مشکل تهدید جامعه جهانی نیست. ستاد کل نیروهای مسلح از تصمیم دولت برای کاهش تعهدات برجام ایران حمایت کرده. ظریف هم گفته اقدام ایران در توقع اجرای برخی تعهدات خارج از برجام و به معنای خروج از توافق نیست. این سیاست مدار به اصطلاح درجه یک حکومت اسلامی ایران که تا همین دیروز تحلیلگران ما معتقد بودن که این توی بلوک امریکایی است و میخواد که ایران رو به امریکا نزدیک بکنه، کم نبودن که کسایی که برای ایران لابی میکردن برای جمهوری اسلامی در امریکا میگفتن که تمایل روحانی و ظریف برای همکاری با امریکاست و سپاه پاسداران و آقای خامنه‌ای با روسیه است. شما نگاه کنید که این در طی این دو هفته اخیر این آقای ظریف چه بازی رو را انداخت. اومد چند روزی در نیویورک موند تا بتونه مسئله رو به نوعی رفع و رجوع بکنه، حرفی هم راجع به برجام نزد، حرفی هم راجع به اون 12 شرط نزد، فقط اومد گفتش که زندانیان در امریکا و در خارج از ایران با ایران رو مبادله بکنیم. تنها کسی رو هم که خواست اون خانمی بود که در استرالیا بود و جز کسایی بود که تحریم ها رو دور می زده و برای ایران خرید می کرده، یا مثل اون خانم شهزاد که در امریکا بود حالا از زندان اومده بیرون، وسائلی رو تهیه می کردن برای فعالیت‌های نظامی و امنیتی رژیم. یعنی نیومده بود موضوع رو حل بکنه، بلکه اومده بود از این طریق بتونه یکی از اعضای وابسته به خودشون رو در زندان استرالیا نجات بده. و بعد می‌بینیم بلا فاصله این شخص از نیویورک به مسکو میره. میره تا اونجا آقای پوتین و آقای لاواروف تکلیفشون رو روشن بکنن. مصاحبهش رو خواهش می‌کنم برید ببینید. یعنی گفتگوی آقای ظریف در مسکو رو که به زبان فارسی است و در سایت خبرگزاری فارس هم منتشر شده، ببینید چگونه مجیز روسیه رو میگه، ببینید چطوری دست به سینه در برابر آقای لاواروف ایستاده، ببینید چگونه میگه که روسیه تنها دوست ماست به علاوه چین. اون کسانی که در طی این سالها آقای ظریف رو وابسته به محافل سیاسی امریکایی میدونستن، به خصوص حزب دموکرات امریکا، امروز باید پاسخگو باشن. شما سالیان سال مردم ایران رو فریب دادید به خاطر اینکه اونا فکر کنن که در درون این حکومت یک جناح امریکایی وجود داره،
تمامی اینها سرسپردگان روسیه هستند. تمامی اینها از آقای ظریف گرفته تا روحانی. دلیلش میدونین چیه؟ دلیلش اینه که حکومت اسلامی ایران از روز نخست بر اساس ضدیتش با امریکا، با غرب، با مدرنیته، با دموکراسی، با آزادی شکل گرفت. حکومت اسلامی حکومت مافیاییه. کسی میتونه وارد این مافیا بشه که اصول اساسی ایدئولوژیک و مذهبی شیعه رو و ضدیتش رو با مدرنیته، با غرب، با آزادی، با حقوق برابر زن و مرد و تمام اختیاراتی که حق مردم ایرانه باید ادا شده باشه، باید وفادار باشه به این اصول حکومت اسلامی ایران. این آخوندها و این وابستگان و به اصطلاح کارمندان و کارگزاران این طایفه و این فرقه تونستن 40 سال روشنفکران مخالف رژیم ایران رو فریب بدن. ولی این فریب به معنای هوشیاری و به اصطلاح هوشمندی اونا نبود. این برمیگشت به ضعف و عدم درک روشنفکران ما از ماهیت چنین حکومتی. بخش زیادی 40 سال با این رژیم مماشات کرد تا اینکه امروز کشور ما و مردم ما رو به این نقطه برسونن. به نقطه ای که معلوم نیست چه سرانجامی داشته باشه. جنگ یا تسلیم شدن حکومت اسلامی ایران که هر دوی اونها به زیان مردم ایرانه. در ادامه این خبرها عرض کنم که همونطور گفتم ایران 60 روز فروش مواد غنی شده و آب سنگین رو متوقف میکنه. روحانی هم اما یک جمله بسیار مهمی رو گفته با تامین خواستهایمان به تعهدات برجام برمیگردیم. این کلام رئیس جمهور حکومت اسلامیه. میگه اگر خواستهای ما رو تامین بکنید ما به تعهدات به برجام برمیگردیم. یک، یعنی اینه که الان به برجام ما متعهد نیستیم از امروز. یعنی اینه که به دنیا اعلام جنگ دادنه و تعهد میگه که اگر به تامین خواستهاشون چیه؟ یعنی این که تحریم ها رو بردارید، بذارید ما به تجارتمون رو بکنیم، نفتمون رو بفروشیم، غارتمون رو بکنیم، در سوریه باقی بمانیم، در یمن باقی بمانیم، در لبنان باقی بمانیم، اسرائیل و عربستان رو تهدید بکنیم، هر بلایی که دلمون میخواد سر مردم ایران بیاریم، شما حق ندارید دخالت کنید. هم میهن من، مردم شریف ایران، سرنوشت شما و سرنوشت این مملکت الان در اختیار این چند نفره: روحانی، ظریف، خامنه‌ای، فرماندهان سپاه. یک مشت آدم بدون اراده هم تحت عنوان نماینده مجلس، وزیر و وکیل و مشاور و غیر و ذالک تو شورای امنیت مجلس و غیر و ذالک هستن که این 3-4 نفر براشون تعیین تکلیف میکنن و در شرایط کنونی هم دستهای همشون در یک کاسه است، همشون در یک کشتی سوار شدن، سرنوشتشون با هم دیگه گره خورده و بنابراین همه این اقداماتی که داره صورت میگیره با توافق یکدیگره. همونطور که عرض کردم این حشدالشعبی گفته بود اگر ایران به ایران تعرض شود اعلام جنگ عمومی میکنیم. ببینید مدافع ما چه کسانی هستند. رئیس اتحادیه علمای اسلام در استان دیالی عراق آقای لاواروف و حشدالشعبی، اینا طرفداران مردم ایران شدند. در برابر جهان غرب، در برابر تمام دنیا، از هند بگیرید تا همون پاکستان، تا همون کشورهای همسایه، اینها نمیتونن برخلاف تصمیم گیری قدرت‌های بزرگ جهان چیز دیگری رو اتخاذ بکنن. فقط گروه‌ها و جریانات بی صاحب، بی اصل و نسب، گروه های تروریستی طرفدار ما هستن. اینها به نفع ما نیست. اینها به تفکر و به قضاوت تروریست بودن کشور ما بیشتر دامن میزنه. امریکا با همین سیاست هایی که اتخاذ کرد، چه یک جانبه چه
با مشورت بقیه متحدین خودش دنیا رو به پشت سر خودش جمع کرده. الان آقای لاواروف بهتر است در مورد روسیه این نکته رو عرض کنم. در مورد نقش روسیه در کشور ما از انقلاب اسلامی سال 57 تا کنون قضاوت های مختلفی شده، اما یک نکته و اون این استش که روسیه تمام تلاشش این بود که ایران رو تحت تصرف و نفوذ خودش در بیاره و این کار رو کرده. تو همین شلوغی ها قرارداد فاز دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم بسته شد، یعنی اینکه تتمه دلارهایی که در ایران وجود داره یا نفت مجانی رو باید به روسیه بپردازن فعلا تا زمانی که تکلیف این کشور مشخص بشه. اما واقعیت اینه که روسیه در ازای دریافت این پول و نفت رایگان هیچ گونه کمک مؤثری برای نجات رژیم جمهوری اسلامی ایران نخواهد کرد. دلیلش هم روشنه. روسیه برخلاف تصور بسیاری هرگز نمیخواهد که ایران صاحب بمب هسته‌ای بشه. روسیه هرگز نمیخواد ایران تبدیل به کشور مستقل و قوی بشه. ایران ضعیف و توسری خورده رو میخواد که وابسته به او باقی بمونه، که در یک چنین شرایطی به روسیه پناه ببرن و روسها هم با وعده های دروغین اونها رو تا مرز نابودی هول بدن، سوق بدن. کاری که روسا با صدام حسین کردن با حکومت اسلامی و با آقای خامنه ای و جواد ظریف هم انجام میدن. آقای جواد ظریف نشون داد که به واقع از سیاست جهانی هیچ چیز نمیدونه. کسی که یک شبه از آمریکا جدا بشه به دامن مسکو بره نشون میده که چقدر عقب مانده است و چقدر مانند اربابان خودش همین آخوندها کوچکترین آگاهی عمیقی از سیاست‌های جهانی و بین‌المللی نداره. روس‌ها در طی این 40 سال بیش از قابل تصوره که از ایران سود بردن. صدها میلیارد دلار پول ایران رو گرفتن، نفت رایگان رو گرفتن، دریای خزر رو گرفتن، هر چیزی که ایران رو به پایگاه نظامی خودشون تبدیل کردن. در سوریه با جان جوانان ایرانی تحت پوشش پاسدار و بسیجی سعی کردند که موقعیت خودشون رو در سوریه حفظ بکنن. آیا شما یک افسر و یا یک افسر یا یک جنرال یا یک سرباز روسی رو دیدید در سوریه جان خودش رو دست بده؟ برید ببینید، ببینید که نیروهای بسیج، سپاه پاسداران، حتی دوستان افغانی مقیم کشور ما تحت پوشش و فرمان سپاه پاسداران چه اندازه در سوریه جان خودشون رو از دست دادن. حکومت اسلامی ایران مملکت ما رو نابود کرد و اکنون با توجه به این وضعیتی که پیش اومده در صدد این استش که راه پس و پیشی نداره جمهوری اسلامی. قمار کرده یا با این تهدیدی که الان جامعه جهانی رو میکنه که من دیگه سقف غنی‌سازی اورانیوم و تولید آب سنگینم رو حفظ نمی کنم طبق تفاهم نامه برجام و هر اندازه که بخوام اورانیوم تولید می کنم، غنی‌سازی می کنم، آب سنگین تولید می کنم که به زبان دیگر که به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنم. ادامه این وضعیت البته 60 روز هم مهلت داده که اگر تو این 60 روز اروپایی ها تسلیم نشن، امریکا تسلیم نشه که تحریما رو بردارن و نفت رو بذارن اینا بفروشن و به کارهای همیشگیشون ادامه بدن، اینها مراحل بعدی رو هم دارن که قرار است اعلام بکنن که چه کار میخوان بکنن. ولی احتیاجی نیست، همین دو مورد کافی است که شورای امنیت، سازمان ملل، کشور پنج به علاوه یک، دادگاه لاهه، افکار عمومی، همه اینها بسیج بشن علیه کشور ما. آقای ظریف یا فکر کنم آقای روحانی امروز حرف مسخره ای زدن. روحانی است، میگه که ما با این عملمون نشون دادیم که امریکا چه چهره واقعی داره، نشون دادیم که
امریکا انحصار طلبه، امریکا سر تعهداتش نمی ایسته، امریکا میخواد زور بگه به کشورهای ضعیفتر و میخواد جنگ طلبی بکنه و افکار عمومی امروز به نفع ماست. آقای روحانی، من نمیدونم شما این افکار عمومی را از کجا پیدا کردید. هنگامی که امریکا تصمیم گرفت به عراق حمله بکنه، با اینکه اروپا موافق نبود، در لندن تظاهرات 100,000 نفره برگزار میشد، در سراسر اروپا تظاهرات، بزرگترین تظاهرات ها برگزار شد علیه امریکا به صدام حمله نکنه و صدام حمله کرد. معذرت میخوام، و امریکا حمله کرد. آنگاه هم که دیدیم تمام کشورهای اروپایی هم ازش حمایت کردند. اون زمان صدام حسین به اندازه شما چهره منفوری نداشت. صدام حسین به عنوان یک کشوری که با گروه‌های تروریستی همکاری میکنه شناخته نشده بود. تنها جرمش این بود که امریکایی‌ها گفته بودن که صدام در صدد تولید بمب هسته‌ایه، نیروگاه‌های هسته‌ای داره، مخفیانه داره فعالیت میکنه. آژانس انرژی هسته‌ای جهانی هم اعلام کرد که نه، شواهد زیادی وجود نداره. به این خاطر افکار عمومی در اون زمان از صدام حسین پشتیبانی کرد. شما روز روشن اومدید میگید که من غنی‌سازی اورانیوم رو ادامه میدم، آب سنگین تولید میکنم، و اگر قبول نکنید ما به تعهدات خودمون مثلا پا بر جا نمیمونیم و به برجام بر نمیگردیم. این کلام از زبان شما بیرون اومده، الان روی سایت رادیو روی سایت خبرگزاری فارسه. شما به طور غیر مستقیم گفتید از برجام اومدید بیرون، بعد آقای زریف میگه این به معنای بیرون اومدن ما از برجام نیست. شما واقعا مردم دنیا رو و سیاستمداران جهان رو چی فرض میکنید؟ شما به بن‌بست رسیدید و به همین خاطری که خودتون رو دارید به آب و آتش میزنید. میدونید چرا؟ چون در هر دو صورت شما نمیبازید. شماها که به عنوان رهبران این مملکت خودتون رو منتسب کردید، پایگاه های خودتون رو از قبل ساختید، خانواده های خودتون رو از اون سرزمین بیرون بردید. اگر جنگ بشه این مملکت رو به امان خدا میسپارید میرید، و اگرم جنگ بشه و بخواید بمونید و تشخیص بدید هنوز جایی برای موندن هست، به قیمت نابودی کشور ما و از بین رفتن جان مردم ایران این جنگ رو میخواید پیش ببرید. این احتمال وجود داره که اگر امریکا و متحدینش بخوان در اثر این کاری که شما کردید از لحاظ افکار عمومی و قوانین بین المللی اجازه داشته باشه که به ایران حمله بکنه، و این حمله‌ای نباشه که بخواد شماها رو، یعنی حکومت رو ساقط بکنه، عملا شما میمونید یک کشور ویران و با از دست رفتن جان مردم کشور ما، و کشوری که باید 100 سال دیگه نفت بفروشه تا این خرابه ها رو درست کنه. در هر دو صورت، در اون صورت احتمال اینکه شما باقی بمونید هست، اما به چه قیمتی؟ در اینجا خطاب من به مردم ایرانه، به ملت و همیهنان خودمه، به گروه های اپوزیسیونه. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، یعنی جمهوری اسلامی از برجام بیرون بیاد که عملا الان بیرون اومده، و سازش نکنه که بعیده که سازش بکنه، چون اگر سازش بکنه کارش تمومه، مقاومت بکنه و جنگی صورت بگیره، در پایان این جنگ چه این رژیم ساقط بشه چه نشه، مردم ما و کشور ما بازنده هستند. ما باید سعی میکردیم و هنوزم فرصت هست، سعی کنیم که خودمون رو از این حکومت جدا کنیم، سعی کنیم که متحد بشیم و این اقدام حکومت اسلامی رو به عنوان یک زنگ خطر جدی به حساب بیاریم که هست، و نگذاریم که ایران دوچار یک جنگ بشه. الان اختیار این کشور در دست این چند نفره که
ایران رو به جنگ بکشونن یا به مصالحه با جامعه جهانی. اگر میخواستن به مصالحه برسونن کار رو به اینجا نمیکشوندن. بازگشت حتی به شرایط عادی هم به این سادگی نیست. بنابراین در سر رهبران حکومت اسلامی ایران جنگ، اونا فکر میکنن با یک جنگ محدود میتونن کشور رو همچنان در اختیار داشته باشن، خرابی و ویرانیش هم به حساب مردم ایران گذاشته خواهد شد و اینا همچنان حاکم بر جان و مال و ثروت مردم ایران باقی خواهند بود. ما در این لحظه تاریخی و در این موقعیت تاریخی باید از منافع خودمون دفاع کنیم، از منافع ملی کشورمون. در برابر سران این قومی که این مملکت رو 40 سال به این روز انداختن باید بتونیم بیستیم. به دو عنصر یا به دو فاکتور مهم احتیاج داریم. فاکتور اول اتحاد مردم ایرانه، بیرون اومدن از این بی‌تفاوتیه. نگذاریم، منتظر نمونیم، معجزه‌ای صورت نمیگیره. اولین تیری که شلیک بشه کنترلش و ابعاد و گستردگی اون قابل تصور نیست. یک نکته رو در همینجا بگم، امریکا اگر به معنای واقعی قصد حمله به ایران رو داشت تا همین الان تمام بهانه ها رو داره، به خصوص با تصمیمی که آقای روحانی و آقای جواد ظریف گرفتن امروز از برجام بیرون اومدن. همین کافیه که امریکا با همین بهانه به مردم دنیا بگه برخلاف نظر آقای روحانی که دیدید اینا تروریستن، دیدید که ما میگفتیم اینا میخوان بمب هسته‌ای تولید بکنن، اومدن بیرون بدون مشورت با کمیسیون مربوط به برجام، بدون مشورت با وزرای امور خارجه 5 به علاوه 1، یعنی شکایت در نزد اونها، بدون شکایت در دادگاه لاهه، بدون شکایت در شورای امنیت سازمان ملل. آمریکا به راحتی طبق قوانین بین المللی میتونه حکومت اسلامی رو متهم بکنه که از برجام بیرون اومده و تهدید به جنگ میکنه، بنابراین باید بهش حمله کرد. امریکا ولی تا این لحظه این کارو نکرده، چون خود امریکایی‌ها نمیدونن اگر حمله بشه ابعاد این جنگ به کجا کشیده خواهد شد. به همین خاطر قدم به قدم داره پیش میره و این سران و این سیاستمداران حکومت اسلامی ایران فکر میکنن که از این ضعف امریکا میتونن بهره ببرن و با کمک اروپایی‌ها همچنان مانند گذشته هر کاری که میخواستن انجام بدن. صورت مسئله اینه، ولی محاسبه اینها غلطه. محاسبه آقای ساداتیان سفیر پیشین ایران در انگلستان غلطه که میگه که ما میتونیم با این وسیله به این وسیله وقت بخریم تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری امریکا. آقای ترامپ اگر تشخیص بده که در دوری بعد وضعیتش متزلزل خواهد شد و انتخاب نخواهد شد وارد جنگ میشه، این برگ رو داره و همین الان بر اساس تصمیمات ابلهانه‌ای که شماها گرفتید سران حکومت اسلام ایران جامعه جهانی رو با خودش داره. کجاست خانم مگرینی؟ چرا خانم مگرینی چیزی نمیگه؟ ضمن اینکه 3 کشور اصلی اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه و آلمان شما رو محکوم کردن که یک چنین تصمیمی رو گرفتید. بنابراین همونطور که عرض کردم امریکا قصد جنگ نداره. از لحاظ افکار عمومی شما هستید که میخواید جنگ بکنید و خیلی هم طبیعیه. ایران ورشکسته است، اعتراضات مردم داره روز به روز بالا میگیره و شما برای سرکوب اعتراضات مردم جنگ، همون نعمتی که باعث شد که در اون زمان جلوی اعتراضات مردم رو بگیرید، الان به مراتب بیشتر به دردتون میخوره. جنگ شما رو نجات میده و شما آگاهانه این مملکت رو دارید به یک جنگ خانمان برانداز به مراتب هزاران برابر سخت‌تر از جنگ 8 ساله ایران و عراق خواهید کشاند. شما تو سراسر کشور ما محلهایی رو نشون کردید که اینجا مراکز نظامی و هسته‌ایه. خودتون گفتید که ما فعالیت هسته‌ایمون رو تو سراسر خاک ایران داریم انجام میدیم.
از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، و این بهانه رو ایجاد کردید که اگر به ایران حمله بشه سراسر ایران رو بمباران بکنن. هواپیماهای بمب‌افکن امریکایی برای تفریح نیومدن به خاورمیانه. ناوگان نظامی امریکایی برای ماهیگیری به خلیج فارس نیومده، اومده تا تکلیفش رو با شماها روشن بکنه. و شما امروز با انجام این کار و با تصمیمی که در این رابطه گرفتید شرایط رو از هر جهت آماده کردید، کشور ما رو منزوی کردید. اگر ما در ایران نتونیم اعتراض خودمون رو بر اساس این تصمیمات شما به جهانیان برسونیم، متاسفم از این که بگم، افکار عمومی رو نسبت به خودمون یعنی ملت ایران هم بدبین کردیم. افکار عمومی اون زمان که عراق در تحریم بود و کودکان عراقی به خاطر نداشتن شیر خوش روزانه جان خودشون را دست می دادن، واکنش نشون می دادن. و فکر حرفشون هم درست بود، افکار عمومی درست فهمیده بود. مردم عراق مظلوم واقع شده بودن در اون زمان، چون افکار عمومی نه مطمئن بود که صدام داره بمب هسته‌ای می سازه و نه مطمئن بود که امریکا دست از سر صدام بر می داره. به همین خاطر از صدام حمایت کردن. ما فراموش کردیم مردم دنیا از صدام حسین و از حکومت صدام حمایت کرد. شما میتونید تصور بکنید که در اروپا و امریکا مردم بیان بیرون از خامنه ای و روحانی و علم الهدا و آقای لاریجانی ها دفاع بکنن؟ شما همچین تصور رو میتونید بکنید؟ ما منزوی شدیم. موضع‌گیری شما انزوا ایران رو چندین برابر شدت بخشید. کلام آخر این که همونطور که عرض کردم دو فاکتور اساسی امروز فعال به معنای واقعی نیست. اتحاد و همبستگی ملت ایران، همه طبقات و اقشار، از بدنه حتی این حکومت گرفته تا دورترین هممیهنان روستانشین ما که بخششون الان دیگه قارنشین شدن، باید متحد بشن. کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران و هر کسی که اون مملکت رو خانه خودش میدونه و اپوزیسیون ایران، اپوزیسیونی که بتونه در کنار مردم ایران در یک چنین شرایط حساس و تاریخی کشور ما رو نجات بده، جان ملت ایران رو نجات بده، آینده این کشور، نسل‌های آینده رو نجات بده. امیدوارم که در روزهایی که در پیش داریم این اتفاق بیفته. با هم صحبت کنیم، اخبار رو لحظه به لحظه دنبال بکنیم. تاریخ در رابطه با کشور ما در حال ورق خوردن است. امیدوارم این ورق، ورق شوم و سیاهی نباشد. می تواند به ورق درخشان، آزادی، نور، آبادی تبدیل بشود، اگر ما ملت ایران و اگر اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران بخواهد. از اینکه همراه من بودید از همه شما سپاسگزارم. تا فردا از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و سربلند باشید.